به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بینیده های محترم تلویزیون طلوع به برنامه زنگ خطر و پولیوی بی خطر خوش آمدین. خدا کنه که هفته خوشی را سپری کرده باشین. خوشی و سعادت شما آرزوی ما است و من برنامه خود سلام ها را خدمت تک تک شما عزیزان تقدیم میکنم. خدا کنه که هفته خوشی را سپری کرده باشین و همچنان روزای خوش دیگر را پیش رو داشته باشین. و خواهش اولی و اصلی ما است که قسمی که شما میبینین در بلوزای ما و همگام صاحب هم مارکا یا لوگوهای واکسیناسیون یا کمپاین واکسیناسیون زدگی است، به خاطر از اینکه ما یکی از اعضای واکسیناتورای رضاکار وزارت صحت عام هستیم، میخوایم که خدمت شما یک پیام بگیم که از آن در خانواده هایی که اطفال زیر سن یا الا سن 5 ساله را اطفال دارن، هر چیز زودتر به مراکز واکسیناسیون یا کسایی که پشت دروازهشان مراجعه میکنن واکسین بگیرن تا از فلج اطفال جلوگیری شود. باز هم یک تاکید دیگه ما هم به نوبه خود میکنم از طرف خود و از طرف عزیزای خود بر تمام عزیزای خود بر تمام هموطنای عزیز خود این را توصیه میکنم که اطفال زیر سن تا 5 ساله را از 6 ماه تا 5 ساله را یا از 2 ماه تا 5 ساله را تا قطرات پولیو را به دهانشان بندازین تا از فلج اینا نجات پیدا بکنن. بله، در بسیاری ممالک در بسیاری کشور دنیا از بین رفته، یک دو سه کشور بسیار محدود مانده که فلج دویدن رواج داره. یک شما از افغانستان است که و یک پیام دیگر باید بگویم که در ساحات که مثلا طالبان یا مخالفین دولت است یا هر گروهی کس یا قماندان کسی که در اون ساز وقتی که کمپاین ها یا گروپ های واکسیناتور ها اونجا می باید کتشان همکاری هم جانبه کنن، به خاطر که طفل خودشان واکسین میکنه. همونطور است، امیدوار هستم که تمام مردم افغانستان این مطلب گرفته باشه و هر چی زودتر به جایی که واکسین میشن اطفال در اونجا اطفالای خود ببرن تا واکسین شون و از مرض فلج نجات بفن. دوستای عزیز، میپردازیم به معرفی برنامه امروزی خود. در برنامه امروزی خود ببینیم اخبار داریم، در این اخبار کارشناس ما چی میگه و اخبار ما چی میگه و توجه شما عزیزا رو جلب میکنیم به اخبار. این شما و ایم اخبار. سلام، امروز 28 قیروری 2002 میلادی که مصادف است با 12 تیروری 14 عبده قبل از میلاد که مطابقت دارد با 4 چکچورمای 13 هجری هفتوی. عبدالله قسم با یک نفر کارشناس مسائل ملی و بین المللی پیش از یک از نظریات و پیش از نظریات کارشناس محترم شما مستفید شوید، در آغاز توجه کنید به شیره و شربت چند خبره وخکی. کشف و گرفتاری 21 میل تفنگچه مختلف النوع از تانکی تیل یک موتر کرولا توسط موظفین حوزه پنجم پلیس. متهم شدن وزارت امور مهاجرین به فساد اداری و رد شدن اتهام از سوی آن وزارت که در این ارتباط از جناب کارشناس نظرخواهی میکنیم که نظر شما در این ارتباط چیست؟ کسی اتهام بست به وزارت مهاجرین که گویا اینجا اختلاس چقدر پول شده و از طرف وزارتی رد شده، در ارتباط چیزی روشنی پرتیم؟ در ارتباط وزارت مهاجرین خدمت شما عرض بکنم صاحب که بشاری پیسایی که آمده صاحب غیب غارت شده، صاحب یک رقم پقم شده، صاحب اونمونه که ادعا کردن صاحب شاید هم درست باشه شاید هم چی باشه که بعد از اون صاحب وزارت وزیر رد کرده این گپه. گرفتاری مقدار زیاد مواد که برای ساخت هیروین به کار میرفت توسط موظفین حوزه اول پلیس که تقریبا یک لوری میشه، بعد تیزاب و پودر و بعضی چیزا که در ارتباط بازم یک تصویرک نشان میتیم، بعد از تصویر باز نظریاتون در ارتباط شما دوستای عزیز همین تصویر ببینیم که چقدر حوزه اول پلیس گرفتار کرده و بعد از او کارشناس میگه که به چی به درد میخورد. شما با تصویر کمون لذت این مواد به نام لایت سودا و جنوشته است، 50 کیلویی است و ساخت پاکستان است. این تا جایی که ما اطلاع داریم به او تیزابش است که در مواد مخدر استفاده میشن. دیگر شما دیدین که به چه شکلی جاسازی شده بود، جمله 7 بشکه است، بشکه تیزاب است که یک دو بشکه را شما دیدین که چپه شده بود، کل چیز تاریخ شده بود و داخل چیزی که داخل مگارد بود و 19 بوجی است. 19 بوجی از میلایت سودا و 7 بشکه تیزاب است. بویش این دیگه اینجا مده؟ چی رقم یک بد بوی داره؟ خدمت شما عرض بکنم که
این کشور چرکستان از بدو تاسیس خود که پای لچ کده برای دشمنی برای افغانستان و ای یک اگر متوجه باشید در آسیا یک دانه سرطانی است. این دانه سرطانی رو میفهمی کی در اینجا مونده؟ خودش؟ نفر. نفر آه. امون که جدا کردش. اونمو این دانه سرطانی رو مونده که از دست ازی نه این در قرار است. نه پاکستان، بنگلادش ده قرار، نه افغانستان ده قرار. بس یک دقیقه اونو سعی کن. هیچ کدام از دست از این ده قرار نیست. یک غده سرطانیست ده. این غده باید هرچی زودتر چی شوه سایب، عملیات شوه، ای از بین بره که تا دیگاه سایب دردش نبینه. این چیزها هم که حوزه اول امنیت است یا پولیس؟ پولیس سایب اینه که گرفته، بسیار کار نیک شده. حتی سعی کن تو که فکر شیطان ده ای گپ نمیرسه ولی فکر چرکستان ده ای گپ رسیده. در بین گات لیلومی دارم. یعنی تو بستشم کنه که ای گات از خود کانادا آمده. ای چی حال است ده ای مملکت کنه؟ نه نه در کراچی بسته بندی میشه و برده. در بین از این خدا چقدر گات های دیگه در بینش مواد انفجاریه و انفلاقه و انبساطیه و انقبازیه آمده که او رو ما هیچ خبر نداریم. بله خب بازم یک کار نیک است که دستگیر شد و از معتاد شدن میلیون ها شاید یا چند لک نفر ما هست. خلاص بیادر خلاص که کنزیا نه دست دوستی دراز کنن کس. شکایت معلمین لیسه استقلال از کمی امتیازات مسلکیشان که البته تنها سر معلمین لیسه استقلال نیست، البته شاید از تمام کارمندای دولتی می رقم باشم با وجودی که ما تحصیلات خود بالا می بریم، امتیاز مسلکی ما الا 15 افغانی است. شاید اضافه باشه از معلمین میگه از ما از 10 الا 12 افغانی یا 15 افغانی یعنی قدر نیست که قدر لاسلی کام کده برای ما روان کده، یعنی قدر معلمین امضا کده که از کسی که در ارتباط رتبه معاشات کار میکنه باید همین مسائل مسلکی و امتیازات مسلکی رو یک در نظر بگیره. یک مطلب دیگر من خدمت شما عرض بکنم که بعضی از استادان گرامی و بعضی از شاگردای عزیز ما که بر ما تلفنی صحبت میکنن گپ میزنن در بعضی موارد جناب وزیر صاحب معرف مشکلاتی در معرف وجود داره که من نمیفهم که عمدنی کار میشه قصدنی کار میشه یا شما خبر ندارین از این. در حالی که بسیاری از معلمین بیچاره و مظلوم صاحب توسط مدیره صاحب ناقص صاحب برطرف میشه. جناب کارشناس بیت یک مسئله در بعضی اوقات ما که بعضی وزیر صاحبا که از نزدیک دیدن کردیم بسیار کارهای نیک در نظر دارن، مگم اطرافیان از یا که هست کسایی که چهار اطراف بسیار بسیار سوء استفاده و... ما ببینین ما از این طریق برنامه شما برنامه نازنین شما کمان لکس دکس میکنیم که براشان برسانیم که او عزیز سیبی عزیز شما شاید خبر نداشته باشین اطرافیان شما مخصوصا در جاهایی که کارتای انتخاباتی توزیع میشه مدیره سیب مکتب گفته که کارت بگیرین کارتای تون بیارن در اداره پیش ما شاگردان را برده در موتر بردن کارت گرفتن کارت گرفتن پس گرفتن که نمیفهم این چی رقم یک کمپاین دیگه است در این مسئله. خب به هر صورت بو کارت را گرفتین پروا نداره. خب پس همو بچه بزرگ میته منتها شاید بر دیگه کس رای بیته او رو که تو کمپاین کردی نتن رای. تشکر معلمین محترم از اداره شهر معرف شهر را شکایت دارن کی گپا را باز اگر خواستن باز ما میشینیم امروی خب باز اگه سرش یک چیزی غور میکنیم با سرش تشکر در یک مناظره تلویزیونی باید کنیم. برآمدن بعضی اشیای اضافی در بعضی بوتلای آبای معدنی به اصطلاح معدنی وطنی خود ما که این لابراتوار میشه و گمچیم چی میشه چی میشه از ما بینش یک چل پاسک نبرامده دیگه نامش چیز برامده گوش کنه کارشناسه این دفعه خاص به خاطر خودت او بوتل هم نشان نمیتیم اوش هم نشان نمیتیم در قسمت افزلسیهشون توجهشون هم میخواییم. از کی رو میخوایی؟ از کسی که مربوطش میشه. از کی میشه مربوطی کی میشه؟ نامش بگی قربانی شو. باور به خدا کنین که ما یک روز از یک بوتل حتی یک موش برآمد. وای ببخشید یک کرم برآمد. یک کرم برآمد. اینو کرم بود. بخشال بازم بمبا که میندازش طرف طرف خلطه میکنه. خب دوستا از به خاطر از اینکه گپای زبان از باشه میکنه. اما تصفیه خود کرد. شما یک اشبال اصلا ببینین ما که کارشناس در ارتباط آبهای معدنی و چقوری و نلی گپ میزنیم. شما و اشبال Thank you.
سلام بیننده های عزیز، خوش آمدین به اش 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 پارسی امروز ما. خدا کنه که اش 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 پارسی هفته گذشته خوشتان آمده باشه. دوست عزیز، پیش از اینکه ما در اش 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 پارسی امروزی خود یک گروپی از هنرمندای بسیار سرشناس موسیقی را دعوت کردیم، یک چیزی را براتون بگویم دوستای عزیز که در این روزا بخیر امی پولیو را اطفالایتان را ببرین پولیو کنین، دو قطرگک پولیو در دان اطفالایتان پرتین که از فلج نجات بیافه. بیزومی ای کسایی که ما را به عنوان برادر دوست ما را خطاب میکنن، اینا کلشان به خاطر فلج نمودن افغانستان سب پایلوچ کردن که اطفال آینده ما سب فلج نبیه به دنیا. خب آلی در یک قسمت پرگرام صاحب ما از مهمانای عزیز خود یک گروپی موسیقی رپ خواهشمند هستیم که از خارج تشریف آوردن در محفل ما تا 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 تشریف بیارن. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بله از خدا. خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. السلام علیکم. خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. بفرمایید بفرمایید. ایسی بیشی ایسی بیشی بفرمایید شما بفرمایید شما باش کنم بشین جنگ نکنین بله جنگ نکنین اصلا آدم خراب میسازم. یک دقیقه در نظر ببخشید دوستای بسیار محترم، دوستای بسیار عزیز، بیننده های محترم تلویزیون، پارس امروزی ما یک گروپ بسیار موسیقیدان های مشهور کشور خود ما شما که در خارج زندگی میکردن و در اونجا درس موسیقی را آموختن و بردگاه هم درس موسیقی را یاد میدادن دعوت کردیم که عبارت است از استاد شرف الله با خانم مهربانشان و نواز زندهش من نماشه نمیفتنام. تشکر میکنیم از شما. دیگه نتاخ نداشتون؟ چرا کدام مشکل داری؟ از شما تشکری میکنیم که ما را در این برنامه بسیار خوبتان دعوت کردیم تا از این طریق ما بتانیم خدمت به مردم زجردیده افغانستان بکنیم. خودتان خوب میفهمین که ما اگر در خارج هم بودیم ما آرام نشدیم، خدمت خود کردیم. تا جایی که من خبر دارم شما در داخل تا 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 تیارم و بعد مهمان نه نه شما برنامه تون شما برنامه تون شما برنامه تون ما خوش خواهش میکنم با ما پاس نریم این رقم نمیشه ژورنالیست هستیم مجبور هستیم برای بی 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 بیننده های خود بگویم که اینا سب چه کار هستن. نه خوش شما پیش از پیش فایر کردین، شما برنامه تون بگیرین که ما انگاه خود برای تون تقدیم کنیم که ما چی کار دارین کدیم. باز ما یک چیزی بود ختم شد تیر شد. بله اگر میمان نمی بودین ما کدیتان کار داشتم. بخونین اخوانان بکنین که مردم منتظر هستن. بخون تو میخونین چه بشه ششکه گفتم سر نظامی مسئله سر تیارم خواهد مقالت برابد سر نمی همی هر کس بگه بیاک یک زمزمه که تو خوب بخونی طرب دانواز اگه نشیرو خیلی 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 از رادیو بشنم از تایب بشنم از کسیتت بشنم خاله اینو در سیتش همی شیر بخون راست بگه همی نمی ما ملامه نفر از سیت دوازده و می در سیت دوم شیشه شیرین جان یک چی خوکو یک زمزمه که طرب کل چیز ایلا کنه می بشه نکو یک کم زمان آو سلا کنین
موسیقی حوصله کار داره قربان جان. آبروی ما سعی کنین خوب گفت جان. شما مرا میگین یک زمانه که یک آهنگ طرب شد. خیر ما اینه که گفتم شما باز زب 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 کنین. دیشانه که مناسبات تام حال چطور مال خواهی یک چند دقیقه قبل از گفت شو خب من زب زب کنم بگیرین شما زب 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 کنین یک آهنگ خوبه زب 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 کنین. ما بخیام هوای مرا خراب کرده می خیره هوای مرا ای هوای منم بخور خیره است بخور هیچ 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 این از همین استفاده نکن اصلا من خراش من میرم استاد عالمی رو یاد نداری نکو استفاده اول چی پس پرواز همه آیه پرواز همه آیه بلنگ بلنگ چرا چرا بلنگ 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 برنامه سی بلنگ ما از کجا آمدیم شو 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 چقدر مصر کرده خرم چو 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 بلنگ 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 شوی برا خراب کرد ایچی نکن تو بلنگ بودی ناقبت چل سره ها میکنی اگره ها میکنی نسوار میکشی مگه مگه بخوره بار دیگه وندی تو نسواره ترک میکنی سیگار میکشی از پولی رشوت آقا گستند خیرات میکنی اگه خیرات میکنی گناه میکنی تا ملاقات میکنی دلار قط میکنی از پشت میز بیره کم نگاه میکنی بیا با مای هن وفا کن وفا کن چغلگری را رها کن رها کن ما و فخریرم صدا کن صدا کن زخم زبان را دوا کن دوا کن به من سرم را بخارم بخارم کی پول شام کن ندا نکن تو خرابی نداری تو در آخرت جوابی نکش برادر و خواهر خود را که نبود این کار کار ثوابی یومی زموز این زموز کی ربود کی روم از تفوز این لبایش کی زفوش کی روم این دلایش این زفوز کی زفوری بودی در میشگین دلازن دیر در بودی همه میگه
بودن با تو فن زمین چور میکنی ای تو ارزان قیمت شیر پور میکنی خاک ما را فروخته برای امتای جان بیروی تو جارت با پر میکنی رنگی بروت میاری چوبی تو بود میاری میروی تو خارج و کروت میاری سفری رسمی گفته بازرگانی میکنی در بکس دیپلومات انجرود میاری دوستان عزیز باز با پولیو خوش آمدین پولیو البته با تشویق واکسین کردن پولیو خوش آمدین بله 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 اطفالتان هرچی زودتر واکسین نماین تا از فلج نجات بیافن خب اخبار و اشپاله است دیدین شما عزیزا حال میریم سراغ خاله مخفی ببینه که خاله مخفی دختره که خود واکسین کردن نکرده یا میبره نمیبره شما ببینه که خاله مخفی ببینیم خاله مخفی کجا رفته واکسین کردن رفته نرفته یا چی رقم گپ است این شما و ایم خاله مخفی سلام علیکم بچیم خوب هستی جانکت جور است اولادکای نازدانیت خوب هستن تشکر سلام با شما خوب هستین خیرتیس انشالله شکر خدا کنه کت از این جار و جنجالا و کت از این پروگرام های خوب و انتقادی که شما دارین خدا کنه شما خوب باشین وقتای خوش تیر کنین ما به کلتان آرزوی صحت و سلامتی دارم تشکر زنده باشین بچه گلم امرای شما دوستا یک جای تشکر زنده باشین بسیار زیاد تبریک میگم بر قماندانی ولایت شهر کابل بسیار زیاد تبریک میگم شکر خداوندگام اقبال تبلند داشته باشه خداوندگام رتبه تبلند کنه آه بچیم همی خدا دمی به مصاحبت برام گفته بودی که همی اولگردا و که مزایمت میکنن دگه میکنن گرچه که من جورنالست نیستم بچه گلم من صرف یک مادر هستم از دل مادرها میایم شکایت مادرها شکایت اولادای خود برتان میگم به خاطر که همی بعض موتروانا زیاد آزار اذیت مردم میکنن از گاز استاد می فرض مثال اگر تو هم شیدا که استاد می باشه یا دخترای نوجوان استاد می باشه بچه گلم هم 20 رقم موتر خستاد میکنن آرن میکنن باز کسات بلند میمونن دیگه چک چک کس رقص کس در بین موتر خدا کنه که نیارم بچیم درباره از این چی تدابیر گرفتی چطور تپلان گرفتی که آیا چقدر بخیر شروع میکنین در این باره خب ما پرتان باید بگویم اگه شما جورنالیست هستین مادر هستین هر کس تابع افغانستان هستین همشهری عزیز ماستین گریشار زندگی میکنین ما وظیفه ماست که با شما خدمت کنیم اگر به مادر هست پدر هست اولاد هست هر کس که از دیشهر که زندگی میکنه ما پلیس ها خدمتگزارشان هستیم شب و روز برشان خدمت میکنیم نور چشم ماستیم اما در مورد از امی ولگردا اینمی کسایی که خوراکای ما را آزار میتن ناموس ملت افغانستان آزار میتن اینا که مویه خود رنگارنگ میمونند استای خود چیزای عجیب و غریب میکنند در گردنهای خود استخوانا را مندازند مویه خود یک رقم سیخ سیخ واره استاد میکنند و در پالیش پدلون های تکه تکه و پاره پاره را میپوشند یک طرف پدلونش یک چیز جمپرهای کوتا قنیمه که بست پشت شمال میشه که مادر پدرش یه چیز نمیگه که بچیم که تو میبرای یک رقم پتون نو برا ما که او تا نسبت جانش بیخیت پشت سرش که ببینی نیکرش معلوم میشه بله او از برای خدا ایچی حال است اینی که پا اینی ها مشکلات زیاده را به مردم بار آوردن
ما انشالله این چند روز اگر خود دیده باشی این امروز هم اگر شما حوصله داشته باشین ببینین اینمو تو مردم ها را کلشان ما جمع میکنیم و کسایی که دو دفعه سه دفعه مرتکب چنین اذیت و آزار به مردم عزیز ما شوه اونا را ما بندی میکنیم و تقاضای ما از فامیلا است از مردم است همین فامیلای عزیز باید با چهکای خدا بفهمند گو و چیم تو همین کارا را نکو پشت دخترای مردم نرو این همه برات میگم همین کسی که پشت دختر یک کس میره اگر پشت همشیری از یک کس دیگه بیا همین چی فکر میکنه بله. از ما خود تمام ملت افغانستان ناموس های افغان کلش ناموس ما میشه ما حاضر هستیم که به خاطر حتی عزت و آبروی از این ملت افغانستان ناموس افغانستان جان خدا فدا کنیم و در ضمن از همین وکیلای گذر میخوایم کلانا ملا سایوا ملا امامای مساجد میخوایم تبلیغ کنند بگویند که این کار خوب نیست هیچ فرنگ در افغانستان نبوده می که کسی کس را آزار بده حتی در کوچه یک کس دیگه که ما زمانای سابق یاد ما میاد که در اکمل وظیفه داشتیم اگر در کوچه یک کسی یک آدم بیگانه میامد اونم کلان اونم منطقه میگفت تو چی کار هستی که در این منطقه ما آمدی تو چی میکنی اما در اینجا فعلا اینمی وضعیت بسیار گاهی وقت خراب میشه افراد مختلف میان پشت دخترها رو میگیرن اینمی جا اینمی بزرگا وظیفه از مادرها پدرها بچه خود نصیحت کند تو کجا میری همین رقم فدون از پوشیدن است همین رقم پیران که در روبرویش چیزایی نوشته است که تو خودت مفهوم میشه نمیفهمی همین از پوشیدن است همین خنت تا به جا باز میمونی مویای تا رقم جور میکنی اینمی مویا و لباس خود پدر و مادر وظیفه داره که بچه خود جور کنه ما پلیس اصلا وظیفه ما اینمی است که زور و پدر و مادرش نرسید یاد اجتماع بسیار اذیت و آزار شد مردم تقاضا کرد او وقت ما عمل میکنیم حالا در اثر تقاضای مردم ما مجبور هستیم که ویلگردها را جمع کنیم اگر نه اصولا درجه اول وظیفه پدر و مادر و بزرگ هاست جلوه از یه پا بگیرم آقا بچیم امین مسئولیت امنیتی شهر کابل که به دوش گرفتین پیامتان بر مردم ما چیستن؟ ما باید برز برسانم که یک اعتماد بسیار بزرگ از دهی مرحله بحرانی که سر ما شده که اعتماد رئیس جمهور و مقامات وزارت محترم امور داخله و سر ما شده و در ضمن مردم هم زیاد سر ما اعتماد داره ما میفهم مردم از ما توقع زیاد داره ما کل توقعات مردم هم میفهم سابقه کم کار میکردم حالا روز 24 ساعت 18 ساعت 16 ساعت ما کار میکنم انشالله و همون تو بگویم کسی که همت داشته باشه اراده داشته باشه هر کار کرده میتونه و ما تیم خوب دارم که تیم شب و روز کار میکنن پیام ما ایست که اول مردم که تیم همکاری کنه و دومن ما ایجا یک شار بسیار خوب جور میکنم که هم ترافیکش خوبش خوب باشه هم نظم و دیسپلین در شار باشه و هم جرم و جنایت نباشه تا آخرین توان خود جرایم سازمان یافته را از بین میبرم در شار و یک شار بسیار با امن و با صفا میخواهم که به مردم کابل جور کنم به تمام مردم افغانستان چون کابل پایتخت افغانستان است کل مردم افغانستان در اینجا نمایندهاش وجود داره بنابراین ما از مردم تقاضای همکاری میکنم که ما بسیار همکاری کنن و همه تو که از ما توقع دارن ما از مردم توقع همکاری دارم و در پالش اینمی موترهای شیشه‌ساز را اینمی افراد مسلح را اینمی افراد زورگو را اینمی که مویای رنگ و رنگ دارن که تی سلام میبرن در شهر به مردم مشکل ایجاد میکنن اینمی زورگوها را اینمی قانون شکنها را هر کس که هست ما یارماندن والا نیستم انشالله با تمام قوت خود به خاطر از اینکه یک شاری باشه که در اینجا قانون حکم فرما باشه و در اینجا قانون حاکم باشه انشالله کوشش میکنم با همت و با اراده قوی با امید خدا اما تو یک شار جور کنیم حالا بچه ممیم خداوند اقبال تبلند داشته باشه ممیم کامیاب باشی سرخ روی سرفراز سربلند باشی ما با اجازه رفتم یک مزای مکارت نشم بچین که مزید باید تام زیخت است با امان خدا بچی بلم با امان خدا ببخشین که مزای مکارت نشم خواهش میکنم خدا حافظ خدا باز خوش آمدین دوستای عزیز باز خوش آمدین از فالایتان پولیو نمایید تا از فلج نجات بیافه و افغانستان بدون فلج داشته باشیم گرچه دشمنای مردم افغانستان میخواین ما را فلج بسازن ولی شما عقل دارین منطق دارین شکر کله دارین خدا و اطفالتان از فلج نجات بدین و پولیو را واکسینش حتما تطبیق بکنین خب در این بخش برنامه
یک نمایش نشان ندیم. نمایش نشان بده. یک نمایش ببینن دوستا، از خاطر از اینکه بسیار سر پولیو و فلج اطفال هم گپ زدیم. و نمایش ببینم شما در ارتباط یک چیزی گفتنی داریم که کمپینا باید چه رقم آغاز بکنیم. بی شما و یم نمایش. بیندای عزیز سلام. در برنامه امروزی ما بعضی از مامورین عالی رتبه و نیمه عالی رتبه دولتی را دعوت کردیم که اینا شکایت و مشکلاتی دارن که برنامه ما طور لایف و مستقیم نشر میشه. هر آنچی که خود از یاد در برنامه یادآور میشه مربوط خودشان میشه. ای شما و یه هم مهمانای عزیز ما که خدا به معرفی بگیرن. میشه خدا معرفی کنین؟ بله، اسم من شفیقم، بنت نوروز. چند سال میشه که ما کار کردیم. قدر پایبان با وظیفه بودم. بس امیر خدا معرفی کن که فهد میکنه. خب دوست عزیز شما خدا معرفی کنین. معرفی کنین خدا. میشه شما تاخته خدا معرفی کن. اونا احساسات معرفی کنم. شما خدا معرفی کنم. معرفی چی به درد میخورم معرفی کنم. معرفی کنم پس مقرر میشم معرفی کنم. چی هست؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه تا برنامه دیدم گفتم باید سلام کنم. باشد تو بیشت شکر شما بیشت شکر شما بیشت شکر شما تو رم کشیدن من کشیدن گوش کنیم خیرات بود شما را خو ما دعوت نکردیم. گوش کنیم من برای تو جواب بگم یا بسیار سر احساسات هستند خود را گستم گوش کنیم یک لحظه یک لحظه من برای تو جواب بزیارا میتونم من خودم مستوی کنم من خودم مشکل زیارا دارم. گوش کنیم سعی کنید بفرمایید شما کسی که با کل شما معلوم است من جواب بزیارا میتونم. خیره 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 تو باشید خیره خیره شاد یک لحظه خیره من برای تو خیره خیره دوست وقت ما کم است برنامه ما را به هم نزنین. هر شکایت و هر مشکل دارین این شما و یه هم کمی برنامه ما میشه شما شروع کنید. جورنالیست بیده این توی قصص یعنی گپ گوش که همین جمله تیم ما که شاید یک دوتای دیگه شب در را باشم خوب بیا خیر باشم گپ در اینجاست خود کلی اون گلات اگه نومده خیره ما در چی رقم ما در چی رقم یک آشنایی پیدا کنیم با جناب نفر اول و دوم تمام ما با یکی با پیسا یکی با شناخت با یکی دی بعضی چوکی میشه شخصی مشکل خودا بگویید چرا قربان شما میگه پاره میگه کلش با پیسا بود شناخت شخصی موجود نیست سایکو مشکل شخصی خودا بگو. خب ما باور کو که ما بسیار دو دانه دکان داشتم دکان لیلومی فروشی یک دانه دکان بنجارا داشتم امیر سودا کردم اولی را گراو کردم به خاطر می چوکی بردم امیر بر ازو زار و زقم دادم گفتم بگم امیر بخو مرا دمی چوکی مقرر کو آل نو دو سه و نیم مومه شکمه ده بود چوکی هنوز شیریش نخورده بودیم که طرف نفر یعنی شما هدفتانی است که چوکی یا پست دولتی را خریداری کرده بودیم. بله بله گرفته بودیم. خب یک دقیقه میشه شما مشکلتان در نوبت میاییم سرتان دو سه عزیز من خدمت شما برد برسانم که یک دقیقه دو سه ما خو زندگی خانه و یپا و قدر نبود سه بس پدری یک چند گریب زمین اون جوان نبود آجی مرا چند نفر گفت که نفروش گفت نفروش ما گرفتم کل از این فروختم گفتم بان آجی تو که من میمی یمی ما کار جور کنم ما تحصیل داری که تو میفروش دیگه که خیره ما فهمیدم ما خبر شدم که میگن این این چوکی خریداری میشه سه با میره کوریو کبیتی که را سه فروختم تشکر این را سه فروختم سه پنسه دادم با مقرر شدم مقرر شدم آه گلم ها رو دیگه برای کاره ها بود یک دقیقه یک دقیقه اما گلای ما را چی کردی؟ یک دقیقه دوست عزیز اونا احساساتی شدن. خب در کجا بودین وظیفه شما؟ ما در وزارت بیکار آخده بادم پستی که میخواستم مقرر شدم زد مقرر شدم با ما رفتم در میدان هوایی کجا روان یک دقیقه خب میشه جریان قصه کنین واسه بینمی مردم بود نتا رفت واسه که با که به همه چی چی قکوب داری؟ نه واسه بیا ده دلار بیس دلار اینمی چیزا میگرفتم بیشت سه واسه از کی میگرفتی همین ده دلار بیس دلار؟ نمیگرفتم خو خیرات میدادن آنه بگم خود در مدباد مارا بیا میگرفتم من میگرفتم من خاکم میگرفتم خود مگه دیمه من پایزا زمین داره سه و میشون خورده نیم وزیر تبدیل شده یک عزیز شما مشکل تو پیسا به شلغم کچلو فروشی صاحب بوجا گرفت ما حالا گفت که چوکی ریاست فروخته میشم باور کنین صاحب که ما خانه ما گراو کردم سر و سود پیسا قرض گرفتم
از همین بانگا سر سود پیسه قرض گرفتم تا لو سود از رو ندهیم بسو بانگا و قادمه دل کنه خواه یک گبتان قطع یک کشور اسلامی است این بانگا سر سود پول میتن بله 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 سر سود سود می سر سود پیسه میتن یا بایرون سود میگه سود در اصل یک واژه فایده را میگه فایده بله فایده سود گرفتن نفع گرفتن میگه سود نه فایده فایده اونو سود خورار میشه مشکل تانه بود مشکلم ده ایست که هم چوکی را خریدم اگه باور کنین که $10,000 مده از پیش مگرفتن وقتی که وزیر تبدیل شد دیگر رئیس هند از هم جمله قومای خودم را این کدن بله 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 خرشوهد دوست عزیز درد خودت زیادتر است بخیر پای من لغت کردی پای تو ایسو بانوی با چی کنو کنو لذت میخوایم بگی ما پکا کنو لذت میخوایم خب بگو میشا شما مشکل شما چی است؟ مثل ما را جواب بتیم بادرک هستم بر پشت یکی از ریاست های بسیار خوبش بله پیدا و پناه زیاد داشتیم زمانی که صاحب وظیفه مقرر شد صاحب ما رفتیم صاحب از طرق‌های مختلف با ایشان ارتباط گرفتیم با مبلغ $1,00,000 آمریکایی صاحب به ایشان صاحب تقدیم کردیم در یک کتیک ماندیم سرش هم گلکاری و اطراق شما در یکی از بنادر رئیس نبودین میبخشید؟ بودن که افشانه کنید خب دادیم برای جناب از طرق مختلف برای وزیر بله سب اینو مستقیم نگرفتن وزیر صاحب پوله ببینین ما مربوط یک وزارت نمیشیم از وزارت های مختلف هستیم فکرتان باشد که حالی یک نفر در جان ما شد چی نشد؟ نه وزارت ما چطور است؟ دیگه سب خدمت شما عرض بکنم که اینمی پیسه را دادیم سب 4.5 ماه نگذشته بود با من به خدا که 35,000 شکشیده بودم در چند روز؟ در 4.5 ماه با برادر من شما خواست میکنم از ما مطبعات گرانی پیامی که شما برای حکومت یا برای مقامات زیرسلاح دارین پیامتان رو بگوین برنامه ما ختم است پیام چی پیام داری با پس مقرر رفت و علیه مدرم پیام بگیم با پس مقرر بشه آره کسی پایسر رو بگیم پلستر بوده که تی امپلوخ در پلستر میزه که تو پایگریز هستی باور کنه که من یک روز چوکی را هیچ وقت ایلو نمیدم ایتون با که چوکی بیشی 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 خال بله یک چیزی خدمت کرد کنم که سایم فامی برنامه را ختم کنیم خوب است بله بیندو عزیز یک لحظه بله باز خانه چی که صحیح ما میریم بریم اولادا را واکسین میکنیم پولیو گمی اولادا از دست نره اولادا از دست نره تشکر دوست عزیزی بود برنامه این هفته ما تا هفته آینده خداوند حافظ و پیام ما یا پیزای ما را بده یا پس دم پوستا ما را بقرر یا و نمو را خب کل رئیس ها را پولیو کنه واکسین پولیو واکسین پولیو واکسین پولیو خب فخری صاحب از پولیو بسیار زیاد گپ زدیم بازم میگیم که بازم یک بار دیگه خواهش میکنیم از تمام هموطنان خود که پولیو را واکسینی شه برای اطفال خود تطبیق خب بکنن خب در اینجا اصل هدف ما اصل مخاطب ما باید جای باشه که زیر اثر حکومت نیست زیر اثر دولت نیست و جای مخالفین عزیز دل قربان شما زیر اثر حکومت هم اگر نیست نیست و یکی میتونن رفته یا نمیتونن بر صورتش کسایی که در شهر موجود هستن همیان همقدر اکثریتشون نمیفهمه که پولیو باید اطفالشون پولیو شوه خوب. از این مرض نجات بیافه برای کلگی میگیم هم بزیر کسایی که در قسمت های ناامن بله بله. افغانستان زندگی میکنن و کسایی که در شهرها و دهات و بله از کلش خواهش ما خواهش ما بخاطر بیبودی سلامتی اطفال خودشان است توجه جدی داشته باشند چون لحظات آخر برنامه است ناگزیر هستیم با شما خدافظی بکنیم یک چی داریم یک داستان جایزه دار داریم اگه اجازه باشه که یک داستان جایزه دار داریم بود نبود یک رئیس بوده یک
یکی از وزارتخانه ها. این رئیس وزموچی ها سب چکل پکل که خورده بود تقریبا در حدود چند میلیون دلار سب این سب پیدا کرده بود. بازی رفتن سب در کشور همسایه. او نموزه که امنیت است نه که کلپ ها ساخته میشه. در اینجا رفته سب اونجا رفته به تعداد 7000 هکتار زمینه که یک نفر دیگه از اون منطقه شریک شده سب او را خریده سب. این هکتارش میگی پیدا میکنه کلی نمیشه نمیتونه پیدا. اون مو اون مو 7000 هکتار که از او شریک شده خریده میفهمین چی خدمت بزرگ انجام داده؟ چی کرده؟ فابریکه سیروم جور کرده. هر کسی هم در چار امونجا یا اینجا؟ در اونجا اینجا چور جور نکنه؟ اینجا جور نکنه اینجا سعی 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 شما این را پیدا کرد در 456 زنگ بزنین بیاین جایزه را از آن خود کنین جایزه تان هم یک آپارتمان دو اتاقش ناگزیر هستیم با شما خداحافظی میکنیم توجه شما را جلب میکنیم به محکمه صحرایی بدون سرعت از حضور محترم تا برنامه آینده که بعد در خدمت شما از قرار میگیرین تمام شما را به خدا کریم رحیم بسپارین شما و محکمه خرم باشین پولیو کنین حتما اولادایتان را پولیو کنین خدا نگهدار شما السلام علیکم به اجازه حضور در مجلس ژورنالیست های عزیز مطبوعاتی های عزیز و بیننده های محترم تلویزیون که لایف چی داریم ما تلکاست داریم محکمه صحرایی بدون سرحد خود را که مشهور به غرنه است امروز شروع میکنیم بخی گمچو بخی 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 مجرم است یا بابیک است قرار اینجا شد متهم است متهم همی رقم است قرار چیش دیده اینجا رئیس ایبی محکمه اول من نیست محکمه اول من نیست بیشی گمچو قبل نزد فقط بگو یام چوکی سرویس است قرار ششتی سرویس اینجا محکمه است خیل خب دوستای عزیز چون برنامه ما لایف است از سرانوال معذب خواهش میکنیم که اتهام نامه ای را که علیه متهم جور کرده قرائت کنند تشکر جناب رئیس دوسیه نمبر 1342 مربوط به متهم بی نظر فرزند گلقدر دریور لینی شارای کابل قندهار دستایتان درست بگیرین درست بگیرین یک متهم هستیم زینن قرارت میگردد یک حالی توری چی ده دستای مردم ده پای مردم بیتسیم سید که وار نکنه بریتار چرا کتا کدی وار هست گرمیست ده تشکر یک متهم بی نظر به تاریخ 31 جمادیوال دوانک در حالی که بیشتر از 32 نفر سواری را در سرویز خیش داشت راه کابل قندهار را در اسپید 180 در حال عبور می باشد دو در نتیجه این سرعت سرسام‌آور سرویس از جاده خارج گردیده و بعد از 11 ملاک منهدم و به تعداد 7 نفر مرد 3 طفل به شمول کلینر جان به حق گردیدند و متباقی سواری ها زخمی گردیدن سه تحقیقات نشان میدهد که متهم قبل از حرکت و در چند توقف کوتاه به کشیدن چرس آن هم شیرک مزار مبادرت ورزیده و در جریان حرکت آهنگ آدمخان چرسی چالان بوده با ولیوم 80 تصاویر کشفی داخل سرویس نشان میدهد که سرویس منهدم شده به یک مهمانخانه و یا کوته میماند که مزین با موره ها و پوپک ها پرده های رنگ تکایی تصاویر دختران فیلمی جای تربوز و چلم در سویدبورد مشهود بوده بازماندگان افراد تلف شده خواهان عدالت شده در پرتو حکم قانون هر آنچه لازم شمرده می شود قابلیت تطبیق را دارد و سلام تشکر میکنم از شما و آل از وکیل مدافع خواهشمند هستیم که دفاعی اگر به خاطر از این متهم داشته باشین لطفا قرائتش کنین تشکر جناب رئیس بر از اینکه بر ما وقت دادین تا اتهاماتی که سرانوال صاحب معذف علی ما کلمه وارد کرده کاملا رد میکنم به دلیل از اینکه سرانوال صاحب معذف در این اواخر فکر کنم سن قندهار نرفته تانوس برای از اینکه ده هر کیلومتر صاحب سرک هم مین پرانده سرک کاملا تخریب است این به صورت 180 که وقتی ادا داره که دریوری میکنه کاملا دروغ است به هیچ وجه امکان نداره که به صورت 180 ده او سرک کسی دریوری کنه یک موضوع
موضوع دیگه که وقتی گفتن از شیرک مزار یعنی از چرس صفات شمال اینا استفاده کرده، امیر دکجا در ثبوت رسانده که این واقعا شیرک مزار بوده، آیا خودش از این استفاده کرده بوده یا خیر؟ دومی که معکل ما کاملا نشان نمیکنه اینا جز امون نسوار و بعضی چیزای دیگه که زیاد فقط امون کیف میکنم کیلون و اینا استفاده میکنه بس خلاص دیگه معکل ما از نشباب استفاده نمیکنه. با در نظر داشتی همه مسائل که بله. وکیل مدافع شما گفتن که دریور مریض بود، شما کلندر هستین بله. و کلندری کار شما سر جلو ششتین و این حادثه رخ داده در اسپید 180 درجه بله. با این همه مسائل صاحب شما از طرف پلیس ترافیک بیگناه شناخته شدین. تشکر. دو، از تمام چرس فروشا، ایروین فروشا، تریاک فروشا در مرکز و ولایت تقاضا میگردد که برای دریوران سرویس های لینی مواد مخدر را نفروشند. نفروشند که ما نزنیم؟ آه، اگر نفرهای دیگه خرید یار داد و کار نیست، او گب نیست، مستقیم برای خود از یار نفروشند. تو متهم به نظر فرزند گلقدر امین الله مکلف هستی که برای خانواده هایی که در این حادثه جان باختند هر روز یک پلاستیک سیب به خانهشان ببری، خانیم چارک باشه، خواهیک کلو باشه، مقصد دیزه داده. جناب رئیس، ما از کجا کنم؟ من پیسه از کجا کنم؟ پیسه چرس هست، چرس نکش دیگه. جناب رئیس بی برای چند روز از تاک خوب شان سادیو شان؟ به نظرم که باید بندی شوی. صحیح ستاعت میشه رئیس. قبول است، جناب رئیس قبول است. قبول است. بچیم تا چند روز در خانه مردم باید سیب ببری؟ بچی شو میبرم. بعد از جام تا سه ماه دیگه اخ نداری دلیوری کنی؟ نمیکنم. از زرنگ شروع کن تا که بتونی در موتروان خوب شوی. بچ فهمیدی یا نه فهمیدی؟ فهمیدم سه. خب محکمه شما رو با عزت امیر ازر رها میکنه، برو بخیر بری و تا یک زمانت از پیششان بگیرین، زمانت بگیرین که یک موضوع دیگر هم رئیس یادوار میشیم دمی اسنای رانندگی از امی تلفون هم استفاده نکنه، باید این از ما معکل ماست. برو شایست دیگه گفت خوب بزنی خدا حافظ بچه، برو بچه، برو برو بچه، برو برو بچه، تشکر رئیس، تشکر سران ماسه مدباچی های عزیز که برنامه هم لایف است، محکمه خدا با یک سرودن یک مصرع شعر و پایان میبرم. مزن دیگر که بند بندم شکستی، سراپایم به توپ غیر بستی، الله الله، تو فرزند را ز دل خوناب دادم، مرا آتش زدی خود خون نشستی. نشستی در به در شده. تا محکمه دیگر شما را به حق بسپرم، بری پلاگ اکتن بخدا، خدا نگه دارت.